سلام علیکم و رحمت الله. ساعت فکر کنم 7 خورده ایه. من اینجا بچه ها همه جاشو با روزنامه پوشوندم چون خیلی جا دید داره، به جز این قسمت لایه این چیه، این کوفتی ها پرده است چیه، جیبش میگن هیچ جای دیگه این ندارم بفهمم صبح شده یا هنوز شبه. امروز میخوام همراه خودم کنمتون که بریم ببینیم صبح چجوری میگذره، کمی این دورو برا بهتون نشون بدم و بریم اشغال کنیم. آقا اینم بگم که اینجا دو تا تخت داره، یکی هم هست که هر شب کنار من میخوابه تا صبحم پیش همیم و کلی هم کیف میکنیم. اینجاست. الان میخوام بهتون نشون بدم یخچالم چقدر پره. بچه ها یه مسئله که ما داریم بذار بهتون نشون بدم. الان روغن باید بره تو یخچال یا باید بیرون باشه؟ اینو یکی به من بگه، چون من یادمه بعضی وقتا تو خونه خودمون روغن مثلا بیرون بود، اونم نمک، اینم غزال که هرگز شکه نمیکنه. اما یکی از مشکلاتی که داریم اینه که مثلا قند رو من تازه امروز باز کردم، چون واقعا نمیدونستم بعد اینکه باز کردم حالا اینو چجوری باید ببندم که مورچه نره. کسی که میدونه تو کامنت ها بنویسه. اینا رو میدونستی من میشورم نشروب کردم، ولی واقعا صبر میکنیم جمعش نمیکنیم تا نهار رو شامم روش بخوریم آخر شب، چون واقعا این لامصب گرون شده. اینا همین چیز کلا 7 روز اینجا این خیلی توپل بود رفتش همش. میگه باید دستکش بذارید بچه، بلا دستتون چروک میشه، ولی مرد باید چروک باشه. داشیا بریدین تو کامنت. تو ویدیو قبلی اگه شبش رو دیدین خوف کردی، حالا روزش هم ببینید خوف کنید. کد ملی هاشون رو نمیتونید بگیرید مگه؟ از مدیر کاری نداره که دیگه تو دی ماه صف نشد. سلام، بخ درود. خوب شما؟ صباح الخیر. صباح نور. حالا بریم بعدی. اینا ویزیت هامونه درسته؟ آره. اینی که یادم نه؟ نه؟ همون اونجا بودیم. کاغذ آشیش بگیری، الان این A5 آشیش بگیری، کاغذ کمتر مصرف شد. مثلا این الان خیلی چیز نداره. آقا اینجا نبینه اینقدر گوگولیه و اینا، مواد تجهیزه فعلا نداره. ما داریم تجهیزش میکنیم. این کارهایی که اینجا میشه در حد پر کردن و کشیدن و مثلا جنگیری و کارهای اطفال و اینا، تو مثلا عصب کشی و جراحی های عجیب غریب و اینا، خب اینجا نمیتونه طبیعتا انجام بشه. در حد مرکز بهداشت دیگه. مرکز خوبه قیافش، منتها فعلا هیچی نداره و مثلا وسیله ها خالیه و حالا سفارش دادیم که بیارن. من اینجا برای خودم یه زندگی دکتری دارم، یه لپتاپ دارم، لپتاپ که نه اسمش چیه، کامپیوتر، یه کامپیوتر دارم، دفتر دارم. حال میکنید بچه واقعا عشق میکنید؟ ولی حالا جدای شوخی، ما بچه‌هایی که قدیم تر با من هستن در ارتباط میدونن که من ولاگی از اردو درمانی و جهادی که میرفتیم تو منطقه محروم کشور، مثلا در حد 5 روز 6 روز اینا زیاد گذاشتم و اونجا خیلی کار میکردیم. بچه‌ها دیدن دیگه، یعنی شب جنازه میرسیدیم خونه، صبح زود هم باز میرفتیم. امیدوارم که اون اینجا یه حالتیشه که ما اینجا بتونیم کار کنیم،
یعنی اینکه من بخوام بیام اینجا مثلا امروز مثلا بیکار باشم، حالا امروز من فکر می‌کردم مدرسه میتونیم بریم، اما مدرسه هم بسته است چون پنج شنبه است. این فایده ای نداره آنچنان، یعنی تهش دودش میاد پیشش مردم اینجا. امیدوارم مواد و اینا رو بدن که ما بتونیم بیشتر اینجا کار کنیم. من خب خودم از تهران اومدم و داوطلبانه هم اومدم اینجا برای کسایی که مثلا اجباری و اینا. طرحه که اجباری هست، حالا من تو ویدیوی درآمد یوتیوب توضیح دادم، اونجا تو درآمد دندانپزشکی مقایسه میکردم، این مراحل دندانپزشکی هم گفتم. منتها دستمون بازه که مثلا وزارتخونه میگه آقا توی این مثلا 50 تا مرکز شما یکی رو انتخاب کن. توی اون 50 تا مرکز خیلیاش نزدیک خونه من بود، تهران بود، مثلا فیروزکو بود که 120 امتیازی 140 امتیازی امتیازای بالا، ولی من خودم انتخاب کردم بیام آبادان، چون واقعا اینو حالا جدای مثلا شکری اینا میگم، چون واقعا مردمشو دوست دارم. باید یه ذره ماها که دانشگاهمون توی شهر محل زندگی خانوادهمون بود یه خورده آب بندیشیم دور از خانواده، اومدیم و مثلا فردا روزی خواستیم حالا یه جای دیگه مهاجرت کنیم، مثلا بلد نیستیم ما، خیلی از مهارت ها رو نداریم. پلاس اینکه بازار کار تهران الان خیلی اشتباه شده، مثلا شما فرض کنید که آقا اصلا تو نیاورون تهران یه مطب لاکچری بزنی که زدن و تعریف هم کردن از بچهای دوره ما که باباش اومده همه چیو تجهیز کرده ولی داره مطب میپره. چرا؟ چون اونی که بخواد بره مثلا اندرزگو عصب کشی کنه قبل اینکه به مطب تو برسه، آمار مطب دکتر اسکینی که مثلا 20 سال اندودونتیسته، 20 سال مثلا دندونپزشک و 20 سال اندودونتیست نیست، 20 سال دندونپزشک داره، میره پیش اون انجام میده، نه پیش منی که تازه دارم کارمو شروع میکنم. و اینها بازار و اینها هم شهرهای کوچیک‌تر برای دندونپزشکی بهتر هست تا یه شروعی کنی و بتونی مثلا یه ذره خودتو پیدا کنی. من که چیز درآمد مثلا سرمایه خاصی ندارم و اینکه حالا فشار نمیخوام بذارم رو خانواده‌ام که حالا حتما من پول بدین اینا، باید از یه جای خودم شروع کنم و خودمم و خودم و خودم دیگه، هیچ کی نیست. خیلی ممنون قربان. فرشته. این سیستم. همه دادن 400 تا با اینکه به بهورزاد توضیح کردن ولی انبار ورود نزده. میترسم بهشون بگم ورود بزنیم. این مشکلیه که متاسفانه گرین بار اولان نگفتی الان بهشون که همه میدونن، همه میدونن این قضیه نه فقط برای وارنیش و مسواک انگشتی. حتی چرا مسواک انگشتی اینو نداشت؟ مسواک انگشتی 91 کی ورود زده بود، 93 تا انجام داده که دو تا هم روی هوا اومده بود. نه دو تا از هوا نیومده بود، این دو تا رو اضافه داشتیم مثلا از موجوده. خب الان سر مسئله شامپو شپشا، شامپو شپش الان که تهدید دادن درود آقا، ما خواستیم که مثلا تو روستا راه بیفتیم و یه چند تا آبسلانگ از این چوب بستنی ها که باش تای حلق ماینه میکنن بعد داریم بریم بچه ها رو همجوری رندوم مثلا کاری به اداره و کار مثلا تایم اداری و اصلا اون حالت وظیفه نداریم، مثلا خارج از تایم اداره چون پنج شنبه ساعت 12 تمام میشه دیگه. به ما گفتن که نکنید این کار رو به خاطر اینکه شاید مردم روستا نسبت بهتون گارد بگیرن. نمیدونم ماجراش چیه، داستانش چیه. گفتم مثلا یه سری اینجا یه بار یکی از پزشکای اینجا مثلا که مثلا خواسته بره یه خانم باردار یه معاینه انجام بده و مثلا که خانواده اون با چوب و چماق و اینا افتاده بودن دنبال پزشکه. خیلی کام میدونم که پراتون ریخته، منم شنیدم پرام ریخت. شنیده هاست، تا اینکه دیده ها چی باشه خب خیلی فاصله است. منم آدم خیلی چیزی نیست، زود ول نمی‌کنم این قضیه. حالا اگه بشه که رفیق میشیم و میریم معاینه میکنیم، چون خودم دوست دارم. بعضی وقتام که خب طبیعتاً تا یه تایم خوبی بیکارم اینجا حوصله‌ام سر میره واقعا. شرجیه خوش نمیشه بیرون آخه یه بگیرم منظره ها رو عشق. چطوری جک؟ سلام علیکم. علی زندانه؟ آره باز نمیشه. باز نمیشه؟ چه خبر؟ شلونک؟ زینم زینم
بده. آره بده غذا رو. بقیه‌اشو بلد نیستم. بده. ماکارونی می‌خوری؟ بله. نعم میشه بله؟ نعم. نعم الله. شکرا. تفضل. دو تاست؟ دو تا ماکارونی. برات نشونه هاروشم؟ آره. بی ازش نخوردی که. نه بابا دست نزدم. به امان الله. خداحافظ. آره همون که تو میگی آره. آقا بفرما نهار. هم حساب من خوشمزه است. رستورانشو عوض کردم. بچه‌ها نوشابه نخورید. بدنتون ضرر داره. چون سر ویدیوی قبلی خیلی اینجور بودن که بابا کلی امکانات داری دو داشت اگه بیای خوابگاه ما میبینی الان هتل 5 ستاره است. میبینی بحث اینا نیست اصلا. شما یه موقع یکی مثلا کلاس میذاره نمیدونم تیتیش مامانیه نمیدونم مثلا خیلی سوسوله اینا به کنار، یه موقعی به حساب تلاشی که کردی انتظار میره بالا. مثلا دانشگاه که قبول بشی توقع دانشجوییه از شرایط. خب حالا رفتی پرسیدی از 4 تا جا، وقتی که دیگه مدرکتو میگیری توقعت یه خورده میره بالاتر. مثلا میگی که آقا من 6 7 سال مثلا درس خوندم، حالا چه دندون پزشک چه پزشک، توقع دارم که زندگیم و رفاهم یه خورده ارتقا پیدا کرده باشه نسبت والا باشه. خوابگاه ها تو مثلا دانشگاه ها بچهای تو خوابگاه اذیت میشن، حالا منم باید اذیت بشم به خاطر اینکه اونا اذیت میشن. چون شما اذیت میشین مثلا اونایی که مدرک گرفتن تو پانسیون تمام مثلا باید اذیت بشن. برای همین این اشکال نداره به نظرم آدم متناسب با تلاشی که گرده برای موقعیتی که داره توقع و انتظارا هم داشته باشه و مثلا حالا کم و کسی هم دید اعتراض کنه یا بخواد که براش درست کنه. حالا من اینجا پتوی گلبافت و نمیدونم مثلا پارکینگ اختصاصی و لوستر نمیخوام، همه چیز همون حداقلی ها در حد قابل قبولی باشه. این جدای از اونیه که به نظرم مثلا طرف بگیم سوسوله خودشه، نه اینا نیستش. با دمتون گرم که این ویدیو رو دیدین. مرسی بچه ها. چرا لایک نمیزنید؟ ناموسن لایک بزنید. اخونه دور شدم خود ادبیات هم. دو تا ویدیو اینجا براتون میذارم که فکر میکنم مرتبط بشه اونا رو ببینید.